سلام، به صنف نقاشی مادر خوش آمدید. موضوع امروز منظره زیبا هست. آخرین باری که در مورد رنگ ها صنف داشتیم را به یاد دارید؟ اما یا می دانستید که خداوند تمام رنگ های بیشماری را که در این دنیا وجود دارد خلق کرده است؟ امروز می خواهم در مورد آن صحبت بکنم. در روز اول نور را آفرید. قبل از اینکه نور وجود داشته باشد، روی خدا ماننده تصویر سمت چپ در تاریکی عمیق بر روی سطح آبها معلق بود. خداوند نور را از ظلمت جدا کرد و نور را روز و تاریکی را شب نامید. در روز دوم آسمان را آفرید. قبل از اینکه آسمان وجود داشته باشد، پر از آب بود. خداوند ابتدا فلک را آفرید و آبهای زیر فلک را از آبهایی که بالای فلک بود جدا کرد تا آسمان را بیافریند. در روز سوم خداوند زمین و دریاها را آفرید و در زمین علفها و گیاهان دانه‌دار و درختان را که بر حسب نوعشان با دانه میوه می‌آورد آفرید. در روز چهارم خداوند آفتاب را برای حکومت در روز و مهتاب را برای حکومت در شب و ستارگان را آفرید. خداوند اینها را در فلک آسمان‌ها قرار داد تا زمین را به زیبایی روشن کند. در روز پنجم خداوند مخلوقات کلان دریا را آفرید. هر موجود زنده ای را که در آب حرکت می کرد و در آب رونق می گرفت بر حسب نوع خود و هر پرنده بالدار را بر حسب نوع خود آفرید. خداوند آنها را برکت داد و با آنها گفت که بارور شوند و زیاد شوند و آب دریاها را پر کنند و پرندگان در زمین زیاد شوند. آخرین اما نه کم اهمیت، در روز ششم خداوند همه موجودات زنده ای را که در خشکی زندگی می کنند بر اساس نوعشان آفرید. و دام‌ها و موجوداتی که در امتداد زمین حرکت می‌کند و حیوانات وحشی را بر حسب نوعشان آفرید. و خداوند انسان را به صورت خود آفرید. به صورت خدا نر و مادر آفرید. خداوند زن و مرد را برکت داد و با آنها اجازه داد بر همه موجودات زنده حکومت کنند. آیا شگفت انگیز نیست که خداوند همه این مخلوقات را فقط در 6 روز خلق کرده است؟ حالا بیاین یک ویدیوی کوتاه در مورد خلقت خدا تماشا کنیم.
چطور بود؟ میخواستم به شما بگویم که خداوند انواع مختلفی از فرمها و رنگها را آفریده است. بنابراین به ترتیب مخلوقات او را توضیح دادم و یک ویدیو نیز به شما نشان دادم. حال من ادامه میدهم و موضوع صنف امروز را به شما میگویم. در اینجا چی را میبینید؟ بله، این چهار فصل است. خداوند آفتاب و مهتاب ستارگان را در روز چهارم آفرید. اما فصلها را نیز آفرید. آیا در کشور زندگی می کنید که چهار فصل دارد؟ زندگی در کشوری که دارای چهار فصل متمایز است واقعا خوب است. زیرا می توانید چنین مناظر زیبایی را تجربه بکنید. بیایید نگاهی کوتاهی به منظره های فصلی بیندازیم. در حالی که این تصاویر را می بینید به مناظری که دیده اید فکر کنید. بهار فصلی است که بسیاری از مردمان را دوست دارند. من هم فصل بهار را بیشتر از همه دوست دارم. دیدن شگوفه ها، دیدن انواع گل های زیبا خیلی خوب هست و گرم های نه خیلی سرد و نه خیلی گرم را خوشحال می کند. آیا باید بگویم که چشم و دلم را شاد می کند؟ اگر بهار را دوست دارید چرا آن را دوست دارید؟ تابستان گرم ترین فصل سال است. وقت درختان و جنگل ها با برگ های سرسبز را می بینم بسیار خوشحال می شوم و بوی کردن علف انگار قلبم را التیام می بخشد. من را به یاد خاطرات خوش نیمه تابستان می اندازد. مانند زمزمه کردن زیر سایه درخت و تر کردن پاهایم در هاب خنک. اگر تابستان را دوست دارید چرا آن را دوست دارید؟ خزان فصل زیبایی هست هرچند تنها به نظر برسد. در خزان برگ های سبز به تدریج شروع به تبدیل شدن به رنگ های مختلف می کند. گاهی اوقات وقت برگ ها می ریزند احساس تنهایی می کنم. اما دیدن درختانی که به زیبایی در برگ‌های پاییزی رنگ آمیزی شده‌اند دوباره احساس خوشحالی می‌کنم. همچنین نسیم مطبوع باعث می‌شود شروع کنم به زمزمه کردن. اگر پاییز را دوست دارید چرا آن را دوست دارید؟ زمستان سردترین فصل سال است. من را به یاد دوران کودکی‌ام می‌اندازد. هر وقت برف می آمد آدم برفی درست می کردم و با خانواده و دوستانم برف جنگی می کردم. شاید به همین دلیل بود که با آن که هوا سرد هست دوست داشتم و دلم گرم بود. من فکر می کنم مناظر پوشیده از برف بسیار دیدنی است. اگر زمستان رو دوست دارید چرا آن رو دوست دارید؟ حالا بیایید به بخش فعالیت برویم. ممکن است برخی از شما حد زده باشید که ما چه کار می کنیم. بگذار توضیح بدهم. منظره ای را که می خواهید ترسیم کنید انتخاب کنید. می توانید از بین عکس هایی که واقعا گرفته اید انتخاب کنید یا می توانید عکس های جدیدی بگیرید یا می توانید یکی را که دوست دارید در اینترنت پیدا بکنید. یکی از این چهار فریم را انتخاب کنید و خطوط قاب را روی کاغذ طراحی بکشید. سپس در هر بخش منظره های بهار، تابستان، خزان و زمستان را بیان بکنید. اینها چهار قاب مختلف هستند. می توانید یکی را که دوست دارید انتخاب بکنید. سپس قاب را روی کاغذ طراحی بکشید. و این چند نمونه است. من اینجا نیستم تا به شما نشان دهم که کدام یکی از شما است. دقیقا شبیه این باشد. بنابراین امیدوارم همه شما فقط درختان را نکشید. اگر به عکس سمت چپ نگاه بکنید، درختان مختلف در هر چهار بخش وجود دارد. به نظر می رسد که هر بخش تک تک شده است. از طرف در عکس سمت راست کل منظره یک منظره است و با تقسیم آن به چهار قسمت فصل‌های متفاوت بیان می شود. آیا تفاوت بین این دو عکس را ترک کردید؟ فرق نمی کند که از چه طریق حرف خود را بیان می کنید. اگر می خواهید برای هر فصل منظره مختلف ترسیم کنید این کار انجام دهید و اگر می خواهید یک منظره را در چهار فصل مختلف رسم بکنید می توانید این کار را هم انجام بدهید. در اینجا راهنمایی برای وظیفه خانگی اطفالتان است. شماره 1. وظیفه خانگی نقاشی مادر. به مدت یک هفته با اطفال خود درس امروز را مرور بکنید و نقاشی اطفالتان را روان بکنید. شماره 2. برای آموزش محتوای ویدیویی است. اگر اطفالتان می تواند بر علاوه خانگی نقاشی مادر این را نیز ارسال کنید. با این حال ارسال آن برای همه اطفال اجباری نیست. نحوه ارسال وظیفه خانگی. لطفاً نام، موضوع و شرح نقاشی اطفالتان را به همراه تصاویری از آن در چتروم گروهی ما قرار بدهید.
سپس صنف امروز را در اینجا تمام میکنیم. خدا را شکر میکنم که به من اجازه داد با شما این صنف را داشته باشم. لطفاً منتظر صنف بعدی باشید و از مشارکت شما بسیار سپاسگزار هستم.